سلام دوست و عزیز به کانال ما خوش آمدید امروز در دهی مکارونی بسیار خوش مزه را برتان نشان میدم امروز مرغ و پنیر درست میشه برای در دهی شما به 500 گرام مکارونی یا کمی بیشتر 200 گرام مرغ 200 گرام پنیر که مزرولا یا چدر باشه 5 قاشق غذا روغن 300 میلی لیتر دبل کریم یک عدد پیاز که خورد ریزشته باشه یک قاشق چای خوری پرچستی یا یک قاشق قیغزاخوری پاپریکا یک قاشق قیغزاخوری اورگانو یک قوتی بانجارومی مساله مرغ که بوتل شش ما یک قاشق چای خوری سیر خشک دو یا سه لیتر آب مرچ دولما و مرچ تازه هست بذارد نمک یک قاشق قیغزاخوری برای مرغ و برای جوش دادن مکارونی سه خوش و بدن ضرورت داریم که اولتر از همه مرغ امرای مسالی مرغ یک جو مخته می کنیم میگذاریم و ایرا روغن که پایین خوش قضا خوری و کمتری یا هست به ضرورت شما اضافه کنین امروزی خوب سرخ کنین و زمانی که مرغ سرخ میکنین کوشش کنین تو تگک های خورتری را بسازین که مرغش کلان کلان نباشه مرغش خرد خورد باشه بهتر است و ایرا خوب ما سرخ میکنین بعد برمداد پنج یا شش دقیقه شما به می شکل سرخش کنین که امی خانبوی مرغ از بین بره بعد از مرغ بکشین مرغ بعدا دوباره ما اضافه میکنیم پیاز و چیزایی که ما ریز کردیم آماده گذاشتیم امروی مرچه دلمه و همه چیز ببینین پیاز مرچه دلمه و یا همش ریزه شده و این مرچ سبز هم به بینج اضافه میکنیم ریزه میکنیم کلش خرد خورد که به اندازه که زیاد کلان هم نباشه خورد هم نباشه به می روغن که ممرغ سرخ کرده بودیم اضافه میکنیم میرم سرخ میکنیم که مزیزی برای و یا قدی بونجورمی که می قدی های کن بونجورمی زمی تو نامش از اضافه می امروز سرخ می و بعد از او مساله هایی که دیگه داریم مثل مرچ سیاه و و نمک این مساله مرغ که پیشترک شد نشان دادم در هم در کار گرفته بود هم به این دوباره می و سیر خشک یا قاشق چای خوری و و پودر پاپریکا هم به اضافه می که پودر پاپریکا سموکت پاپریکا است که شما اضافه کنید، هم سرخ کنین و ایر بادازو دبل کریم و اضافه میکنیم دبل کریم هم یک جوشک خورد دیگه بزیاد پختش رنی ضرورت نداره ایر کنار میگذاریم و مرغ با اضافه میکنیم و جوش میتیم ارارت با متوسط بالاست با و حال پنیر به اضافه میکنیم پنیر امرایش یک جوشک میتیم و یا ماده شد کنار مگذاریم حال به سراغ مکرونی میریم آب جوش کردیم به او سه قاشق قاشق نمک اضافه میکنیم یا چهار قاشق خوری آب سه لیتر یا دو لیتر نظر به اینکه چقدر شما استفاده میکنیم آب اضافه میکنیم آب جوش اضافه میکنیم بعضی که بر مدت 10 دقیقه جوش خورد یا 15 دقیقه ایره از چلا صاف میکنیم و میگذاریم که آبش زیر بریزه و بعد از وقتی که آبش دور بالای زمین مرغ که ما جور کرده بودیم بالای زیر اضافه میکنیم و ایره خوب مخلوط میکنیم که که نمی بونجور و مواد که سیزننگ داشتیم همش هم ریزی جذب شود حال پنیره به این شکل اگر شما پاکت های پنیر ریز شده اگر درست است اگر ندارین شما می تانین هم به این شکل پنیر کار شما میده کنین به با بالای مکرونی پرتین و با زیر یک کم دیگه حرارت می دیم به این شکل پنیر اضافه میکنیم تقریبا 200 گرم پنیر به اضافه شده همش مخلوط می و این مکارونی آماده میشه و یک جوش که بسیار کوتاه کار داره که پنیر درم شوه با می سادگی یک مکارونی به حد عالی و خوشمزه متفاوت شما میتون نوش کنین خدا کنه این درس خوشتون اگر خوشتون اومد لایک شیر سابسکرایب کنین رمضان خوش برتون میخوایم دوستای عزیز